در ارتباط با این تئوری جدید و این آدم‌های جدید و حزب جدیدی که پیدا شده، جماعت منتظر و ظهور صحبت کنیم. آقای عرصی، این داستان به نظر خنده آور ولی در باطن خیلی چیز جدی است. این یکی از مهمترین موضوعات امروز ایرانه. این گروه منتظر و ظهور که الان چهره کرده و اون چهره اصلیش هم جنوز ظاهرن آقای محمود احمدی نژاده، جناب مشیری، بسیار بسیار مسئله تأسف‌بار، در این حال خنده آور ولی ترسناک. بله، من گمان میکنم که این حتما بسیاری از دوستان و شنوندگان ما و بینندگان برنامه شما اینو از برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی لاغر شنیدن، این داستان تنظیم دکترین مهدویت. بله بله، اینا الان چند سالی است که در حال تنظیم دکترین مهدویت هستند و سخن از این میگن که ما در حال ساختن جامعه منتظر و ظهور هستیم. آقای مشیر، بله، حالا بین فرمایشون معترضه عرض کنم که این 12 امامی همواره منتظر بوده، اینا حتما منتظران مخصوصی واسی باشن. بله، این داستان قدرت دیگه. آقای مشیری، چند تا عامل مهم داخلی و خارجی و منطقه‌ای باعث که این جریان به وجود بیاد. در امر داخلی، خود این جریان که تأکید اینا رو طی این 30 سال همش تأکید گذاشتن روی قضیه که مطلقیت ولایت فقیه، ارزش نظام ولایت فقیه، این همه که اینها تأکید کردن روی ایده ولایت فقیه و ضرورت تبعیت از ولی فقیه، و از اونجایی که تئوری این آقای مشیری این بود که ولی فقیه در واقع نایب امام زمانه. بله، یعنی بر حسب وجود امام زمان و غیبت او بود که موضوع ولی فقیه رو اینا می اومدن مطرح می کردن، و آقای خمینی هم وقتی که اون تئوری ولایت فقیه خودشو می داد حرفش این بود که در غیبت امام زمان حق حکومت از آن این فقهاست. بنابراین موضوع امام زمان منبع حقانیت و مشروعیت عقیده اینها بوده. بله، هستش که وقتی که کار امام، کار این ولایت فقیه دچار زنگی بشه، امروز دیگه ولایت فقیه رو نه تنها اکثریت مردم ایران نمیپذیرند، بلکه اکثریت مؤمنین به اسلام و به خود تشیع هم قبول ندارند. در میان خود روحانیت هم این ایده ولایت فقیه بدنام شده. بله، در نتیجه اینا مجبورن برگردن به اصل خود قضیه. بله، با توجه به این که اینها، این گروه منتظر و ظهور الان دارن مطرح میکنن که ما برای تماس با امام زمان نیازمند ولی فقیه و یا فقیه نیستیم، بلکه هر منتظر و ظهوری که شرایط دوران ظهور رو میفهمه و خودشو یار امام زمان میدانه میتونه با امام زمان تماس بگیره. این یک مطلب. مطلب دیگه، علت ظهور این فرقه وسواسی بوده که آقای مشیری اینا طی این 30 سال در ارتباط با حفظ نظام خودشون اینا داشتن، و این همه اینا برای حفظ نظام خودشون فعالیت کردن. شما ببینید، شاید در تاریخ جهان ما نمونه نداشته باشیم که یک رژیمی این همه مسئله حفظ خودش براش مطرح باشه. بله بله بله، ما در گذشته تمام سیاستمدارانمون بالاخره بد یا خوب تربیت می‌شدن برای حفظ ایران. بله، همینجوری سلطنت هم امری بود در حفظ، برای حفظ ایران. بله، همینجوری حکومت از اونجایی که اینا خودشون میدونن چقدر ظلم کردن به این مردم، چقدر به بیراهه رفتن، چقدر بر علیه منافع این مملکت کار کردن، اینا چون از آینده خودشون ترسناک بودن همیشه و بیم داشتن در روز باب و بقای خودشون، اینه که حفظ نظام به مسئله اصلی خود اینا تبدیل شد. در نتیجه این از اونجایی که دیگه ایده ولایت فقیه الان کافی نیست برای حفظ این نظام، ناچار اینا رفتن دنبال یه تئوری دیگه ای به نام اینکه ما
گروه منتظر ظهور هستیم. آقای عرصی معذرت بگیم، معنیش این نیست که هر چه کشور فقیرتر و هر چه ستمکاری بیشتر بشود یک توجیهی داریم که آقا ما تو این کارها رو نکنیم که امام زمان ظهور نمیکنه که. دقیقاً جناب مشیری، بنده میخواستم به همین مطلب اشاره بکنم، در ادامه همین حرف میخواستم بزنم. چون اینا وضعیتی به وجود آمده که فرق فراگیر شده، بدبختی، بیچارگی، هزار و یک مشکل برای این مردم پیش آمده و اینها هم خودشون باخبرن که مسئول این وضعیت خود اینها بودند. اینها برای فرار از واقعیت‌های سیاسی، واقعیت‌های اقتصادی، واقعیت‌های اجتماعی، اینا رفتن زنده کردن افسانه‌های گذشته رو. افسانه‌های گذشته چی میگفتن؟ میگفتن یکی از شرایط ظهور امام زمان این استش که اوضاع خیلی خراب بشه، ظلم زیاد بشه، فقر افزون بشه روز به روز و مشکلات اجتماعی زیاد بشه. و همینجاست اینا در توجیه نظام خودشون میگن این اوضاع احوالی که پیش آمده تقصیر ما نیست. بله، این نتیجه وضعیتی هستش که منشأ ظلم در جهان که همین به قول اینها مثلا اسرائیل و امریکاست، مراکز اصلی ستمگر جهان، اونها که ظلم و ستم بر جهانیان روا می‌دارن، مسئول اونان. و این وضعیتی که پیش آمده یکی از شرایطی است که امام زمان برای رفع همین ظلم‌ها ظهور خواهد کرد. آقای احمدی نژاد هم اگه بخواد داشته باشید، با کمال بی‌شرمی واقعا در یک سخنرانی میگفت آمریکایی‌ها می‌دونستن اینجا خبری است، آمدن اینجا. یعنی که آمریکایی‌ها آمدن جلوی ظهور امام رو بگیرن دیگه، معنیش این هست نیست؟ در این صحبتاش گفته و سال گذشته هم که در اون کنفرانس دکتر تنظیم دکترین مهدوی یزدیش آمده بود، به جلوی روی همه مسئله رو مطرح کرد. و خاطرتون باشه اولین سخنرانی هم که در سازمان ملل متحد انجام داد، در اونجا هم به منشی عالم بشریت امام دوازدهم با اون همون نظریات مسیحیانیش به قول معروف آمد به میدان و بارها در برنامه های مختلف به این قضیه اشاره کرد. و آقای مشیری، برنامه های تلویزیونی اینها نگاه بکنیم، مثلا فیلم مهمی اینا درست کردن به نام زندگی حضرت یوسف که این فیلم بسیار سرصدا کرد، خیلی هم خرج کرده بودن، بسیار هم خوب بازی کرده بودن، ولی آخر این فیلم هم رسوندن به اینجا که حضرت یوسف هم میگه که من آمدم تا بعد از من عیسی مسیح بیاد، کی بیاد، عاقبت محمد بیاد و بعد فرزند دوازده فرزند او مسیح موعود خواهد آمد که دنیا را نجات بده. یعنی تمام دستگاه تبلیغاتی اینها طی این 4-5 سال اخیر کارها را انجام داده. آقای عرصی، توجه نمی کردن، فکر می کردن که خب همینجوری دارن یه شعاری می دن. آقای عرصی عوض می خواهم، آیا این معنیش این نیست که اینها ناامید شدن در واقع از قشر تحصیل کرده و طبقه متوسط و دانشگاهی و دانشجو و معلم و اینها؟ اینا دارن سرمایه گذاری میکنن بر روی ناآگاهترین قشر جامعه، اینطور نیست؟ دقیقا جناب مشیری، یکی از خصوصیت های دولت هایی که اون دفعه با هم صحبت میکردیم خدمتون بنده عرض کردم برمونیم همین دانید خود شما، یه ویژگی های نظام های پوپولیست، حکومت های پوپولیست و فاشیست و عامه‌گرا مخالفت با نخبه های جامعه است. بله، فرهنگیان، دانشگاهیان، روشنبینان، تحصیل کرده ها، همه جای دنیا اینجوری بوده. از که مثلا در کامبوج که تا این زمان فرانسه بلد بودن و اینجوری هم میکشتن. بله، نشانه اشرافیت و وابستگی به طبقه بالا و غرب تلقی میکردن. بله، اینها هم همون وضعیت دارند. مخالفت با نخبه، مخالفت با معلمین، مخالفت با تحصیل کردگان، دانشگاهیان، الیت جامعه، جوانان آزادی خواه، یکی از ویژگی های دولت های توتالیتر، پوپولیز، آمگراست که اینا هم که به نحو کامل مبتلای به این تفکر و اقتدارگرا و توتالیتریست هستن. عرض کنم که ما تا یک چیزایی بوده که در اطراف ما اتفاق افتاده. آقای مشیری، به این بازگشت این افسانه های جامعه منتظر ظهور زمینه داده، دامن زده. این تصرف عراق به وسیله امریکا، آزاد شدن شیعه و قدرت یافتن اونها، یه وضع جدیدی در دنیای تشیع به وجود آورد. از این
های لبنان به نوک سرنیزه به قول معروف اون حمله به اسرائیل.